بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون اصلاح. خوش آمدین به برنامه. خوشحال هستم از این که در خدمت شما عزیزا از این طریق قرار گرفتیم. در برنامه امروز در رابطه به حضور زن در اجتماع صحبت خواهیم کرد و مهمان برنامه ما جناب استاد خانم شکیلا ندیم هستند، یک تن از اساتید مدرسه احیاء العلوم. جناب استاد خیلی خوش آمدین به برنامه. با تشکر از شما، من هم به نوبه خود عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما خانم غفوری و همچنین بینندگان محترم شبکه ناب اصلاح و همچنین از خداوند متعال برای شما و برای تمام کسایی که در این هر سه تلاش میکنند در عرصه اصلاح جامعه اجر مزید طلب کنم. تشکر از شما. دیدگاه فقها در رابطه به حضور زن در اجتماع و از لحاظ ای که جواز داره و یا همچنان که جواز نداره میشه که برای ما ببیننده های عزیز ما بگین؟ این موضوع یک موضوع خیلی گسترده و از طرف موضوع جنجال برانگیز هست و خلاصه کردن این موضوع در حد 15 دقیقه و 10 دقیقه یا جواب کوتاه کار سختیه. در این مورد 3 دیدگاه عمده مطرحه. اولین دیدگاه، دیدگاهی کسایی که قائل به حضور زن در اجتماع بدون هیچ تفاوت بین مرد و زن و اینها حضور زن در اجتماع نه تنها که تشویق میکنن بلکه قائل به اینن که زن باید یک شغل اجتماعی داشته باشه، باید در اجتماع حضور پیدا کنه و باید به پشت کسب درآمد باشه عین مردها و اینها در این قضیه خیلی افراط کردن، در حدی که همون مسئولیت و رسالت اصلی زن که تربیت نسل آینده، مدیریت خانواده و آوردن محبت در کانون خانواده ایر فراموش کردن و با این دیدگاه خود جایگاه و منزلت زن آنقدر پایین آوردن که از او توقع یک کارمند یا کارگر با حقوق ناچیز دارن، در حالی که اسلام از زن یک ملکه و یک انسان مقدس با جایگاه عالی و ارزشمند داره. و گروه دیگه باز با برداشت های سطحی و فهم سطحی از برخی از آیات و روایات به صورت مطلق حضور زن در اجتماع جایز نمیدن. اینا قائلن که صدای زن عورته و حضور از او حتی با شرایطی که اسلام تعیین کرده در تمامی اجتماعات ممنوع و حرامه، زن حق حضور در اجتماع نداره. اینا در واقع منکر تمام توانمندی های زن در اجتماع و این دیدگاه مخالف با همو روایت ها و یعنی برداشت های اصلی از روایت ها و نصوص شرعیه، سنت قولی و عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم، همچنین دوره خلفای راشدین کاملا ضد اینه. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن زنهایی که شاغل بودن به جهاد می رفتن حتی و در زمان خلفای راشدین مهمترین نمونه از او شفا دختر عبدالله که وظیفه نظارت به بازار داره و صرف حضرت عمر اوی وظیفه گرفته و به اجتماع تبنده که به اجتماع ظاهر میشه مسئولیت اجتماعی خود خود ادا میکنه. دیدگاه سومی که مطرحه که بهترین دیدگاه هم هست در مورد حضور، جواز به حضور یا عدم حضور زن در اجتماع اینه که مهمترین وظیفه زن و بهترین وظیفه وظیفه مادریه، وظیفه همسریه و مدیریت خانوادهه و این دیدگاه در نزد فقها مورد توجهه، آنقدری که بری باورن که زن در قالب همه شغل مقدس میتونه به کمال دینی خود خود دست پیدا کنه و جایگاه والای از لحاظ انسانی و دینی برسه و این جایگاه خوبه که برجسته سازی هم بشه تا جایی بیشتره بشه، به خاطر از اینکه تشویق زنها به اشتغال بی قید و بند نه تنها که بری از اونا خدمت نیه بلکه یک ظلم عظیمی به جامعه بشری، به خاطر ای که زنها وقت شاغل میشن معمولا توجه به تربیت فرزندها کم میشه و به این ترتیب امروز ما شاهد یک نسل یعنی بی سر و پای در کوچه بازارها هستیم
که عمده ترین دلیلی رو فقر میدانه. ولی ممکن که اگر به همین تاریخ پیش بره و همین رقم تشویق های در بحث شغل بیبندوبار زن ها، مشاغل اجتماعی و حضور بیبندوبار اونها در اجتماع باشه، ما به آینده شاهد یک نسل ناسالم از خانواده های ثروتمند و خانواده های فرهنگی باشه. به خاطر از این که مادر وقتی برای تربیه فرزند نداشته و کل وقت از او صرف مشاغل اجتماعی شده، حضور به اجتماع بوده و یک بحران و در واقع طبیعی جامعه به فساد کشندن جامعه. پس بهترین وظیفه زن و وظیفه مادریه که تربیت بکنه نسل آینده و اونا رسیدگی بکنه. و توجه به این جایگاه برای زن در واقع دادن همون جایگاه اصلی زن و قائل شدن ارزش و جایگاه مقدس برزن. بله. بسیار تشکر. در صورت جواز حضور زن در اجتماع یا اسلام هم برای حمایت از زنان کدام تدابیری اندیشیده و اگر که اندیشیده تدابیر کدام ها است؟ اسلام برای حضور مفید و سالم زن در اجتماع و همچنین برای حمایت خودی و تأمین حمایت امنیت شغلی او در محل کار، در محل دانش، یک سلسله مقررات وضع کرده که با در نظر داشته این مقررات در واقع همون سعادت جامعه، سعادت اخروی و دنیوی جامعه تامین میشه و بی‌توجهی به این سلسله شروط و مقررات علاوه به ای که به خود خانم ضررهایی وارد میکنه، در واقع جامعه را هم به فساد میکشونه، جامعه را هم تباه میکنه و نابود میسازه. و این شروط به دو دسته تقسیم بشن. یکی شرایطیه که برای حمایت حقوق مادی زن وضع میشه، مثلا وقت کار، چه وقتی کار بکنه، مثلا شغل زن نصف شب نباشه، وقت خلوت و اینها نباشه و دیگه محل کار کجا خانم کار بکنه، بیرون شهر و اینها جای خطرناک نباشه و دیگه نوع کار چه نوع کاریه، چه نوع مسئولیتیه، مسئولیت هایی که خاص مردهای به زن واگذارنش، چون واقعا همون ظرافتی که خداوند متعال در آفرینش زن به کار برده اون نمیتونه از پی این رقم یک مسئولیت های سنگینی بر بیایه و خودی رو استعلاق میشه و هلاک میشه. و دیگه یک سلسله باز شرایطی هست که برای حمایت از حقوق معنوی زن وضع شده که این سلسله شرایط مهمتر از شرایط اولی که رعایت نکردن اونها بازم رقم مشکلات به وجود میاره، بحران هایی که اصلا جبران ناپذیره، امکان جبران یا دوباره وجود نداره. این سلسله شروط میتونیم در سه قالب بس بکنیم. یکی که یک ضرورت شخصی یا ضرورت اجتماعی برای بیرون شدن زن از خانه وجود داشته باشه، برای حضوری و در اجتماع وجود داشته باشه. ضرورت شخصی خود همه فقها اتفاق نظر دارن که اگر خانم پدر فقیری داشت، در صورتی که مجرد بود، یا شوهر فقیر داشت و نمیتونست همون مخارج از دور تامین بکنه، خانم میتونه برای تامین مخارج خود مثل آب و غذا و لباس و همسال اون بیرون بشه از خانه، مشکل نداره. و یکی ضرورت اجتماعی وجود داشته باشه برای حضور زن در اجتماع، ضرورت باشه مثلا خانم دکتره و جامعه نیاز داره به حرفه او، یا یکی خانم معلمه و جامعه نیاز داره برای حضور او. چیز واضحیه که ای که دخترها توسط اساتید اوناس تدریس بشن مراتب بهتر از اینه که اساتید ذکور بیاین و تدریس بکنه، چیز واضحی. و یک ضرورت اجتماعیه که در واقع خانم یعنی بری و ای اجازه میده که بیایه همون مسئولیت خود خور به خانه بگذاره و با رعایت او بیایه به جامعه ظاهر بشه و در عرصه اجتماعی فعالیت داشته باشه. شرط دیگه که هست نوع پوشش زنه، ای که با لباس شرعی در جامعه ظاهر بشه. لباس شرعی باز قیودات خاص خود خور داره، ای که خود لباس زینت نباشه،
خود لباس زینت نباشه به این معنا که در این لباس از رنگ‌های خیلی جذاب و که جلب توجه میکنه استفاده نشده باشه، یا یکی از اون جاذبه‌ها و تزیین‌های خاص استفاده نشده باشه. گاهن ما میبینیم به کوچه بازارها که خانم لباس فراخ داره ولی از همه بیشتر به اون نگاه میکنن، همه چشما جذب او شده به خاطر که این لباس همون رقم تزیینات خاصه داره، رنگ‌های طراحی‌های جالبه و این خودی، یعنی این لباس با وجود فراخ بودن بلند بودن لباس شرعی به حساب نمیاد. دومی که لباس تنگ و نازک و کوتاه و اینها نباشه. از شریفه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که دو گروه هن که اهل دوزخن، یکی همون مردهایی که با شلاق‌ها که مثل دنبگا و به مردم حمله میکنن و اونا را آزار و اذیت میکنن، و دوم زنانی که پوشیده اما برهنه هن. و این زنها با ناز و کرشمه را میرن و موهای سر از اونا همون رقم بلند بسته. میگن که بوی بهشت به مشام اینها نمیرسه، یعنی داخل بهشت که نمیشن هیچی، که حتی بوی بهشت را نمیتونن استشمام بکنن، در حالی که بوی بهشت از فاصله ها دور قابل استشمام. پس لباس از یک طرف دیزاین نداشته باشه، تزیین نداشته باشه، زینت نباشه خود لباس، و دیگه ای که همون رقم بلند باشه و فراخ باشه و نازک نباشه. شرط دیگه ای لباس شرعی اینه که معطر نباشه. حدیث شریفه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هرگاه خانم از خانه بیرون بشه و خوشبویی به لباس خود خود استفاده بکنه و از بین مردها بگذره، چنین و چنان، یعنی مرتکب گناه کبیره شده، هم جایز نیه که لباس خوشبویی استفاده بشه. گاهن خانم های معجبه حجابر دارن، لباس نامو شروط شرعی داره و لباس استفاده میکنن از عطر و اینها، این خود هم مشکل داره و این لباس لباس شرعی شده نمیتونه. بله. و شرط دیگه که بره حضور زن در اجتماع فقها وضع میکنن این که همی گرفتن مسئولیت اجتماعی باز مخل مسئولیت های خانه نباشه بره خانه، به خاطر که رسالت اصلی هر خانم رسیدگی به امور منزله دیگه. نه، اگر که فرد مجرد خدمت به والدین به اولویت قرار داره از هر چیز، و اگر که متأهل باز رسیدگی به شوهر و تربیت فرزندان اولویت کار اونه، مدیریت خانواده اولویت کار از اونه و نمیتونه اینها رو بگذاره باز بیای به اجتماع رسیدگی بکنه. در واقع اگر مسئولیت خانم اولویت بندی بکنیم، شما اونا اولویت هایه و نمیتونیم ما اولویت ها رو زیر پا بگذاریم و باید بیاییم به موضوعات پایین‌تر رسیدگی بکنیم. رسیدگی به خانه از جمله بله، اولویت. بله، رسیدگی به خانه، تربیت فرزندا، خدمت به والدین و اینها اولویت یک خانمه. و با در نظر داشته اینها، اگر که مسئولیت اجتماعی مخل این مسئولیت های خانم نمیشد، باز میتونه که بیایه به اجتماع حضور پیدا کنه. در غیر از حضور خانم به اجتماع از لحاظ شرعی جایز. تشکر از شما. اگرچه که بحث نیاز داره که وقت بگذاریم، ساعتهای بحث در بر میگیره، ولی چون وقت کم است و ناگزیر هستیم که این بخش را اختتام بدیم، پس خوب است که به صورت کل جنبندی از این بحث داشته باشیم. خیر، ببینین همین رقمه. اگر بخوایم به صورت خلاصه جنبندی کنیم بحث، میگیم که اسلام بر زن حق حضور در اجتماع داده، ولی در کنار از او بر از او این قضیه را معرفی کرده که بهترین رسالت تو، مهمترین رسالت تو همون خانه و رسیدگی به امور خانه، خدمت به پدر و مادر، خدمت به تربیت نسل آینده و اینهای، یعنی بهترین وظیفه مادری و همسریه، ولی در کنار او این حق اسلام از تو نگرفته که تو باز هیچ حق حضور به اجتماع نداری. حق حضور در اجتماع داری، ولی در معدوده مشخص و با شروط معینه میتونی به اجتماع ظاهر بشی و اون مسئولیت اجتماعی خود خود ادا بکنی، به خاطر اینکه اسلام نمیتونه این واقعیت رو نادیده بگیره که زن او هم جزء جدا ناپذیری از اجتماع، یک جزئی از اجتماع. همون رقمی که گفتیم در صدر اسلام، حتی در عصر تنزیل هم زنها در اجتماع فعال
فعالیت هایی داشتن، این نمیتونه نادیده بگیریم، ولی با در نظر داشته شروط و همون قواعد خاصه که باز منجر به هم پاشیدگی خانواده ها و همسال ها. بسیار تشکر از شما میکنم. تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین، موفق باشین و همچنان تشکر از نگاه های گرم شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که از برنامه امروزی ما هم خسته نشده باشین و شما رو به تماشای ادامه برنامه دعوت میکنم.